درود، حرمت، احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان و مخاطبین هزار آباد. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین خوب و صحتمند باشین. همونقدر که اطلاع دارین، ارتش یا قول اردوی افغانستان یکی از بهترین ارتش هایی بود که در 20 سال اخیر سر سرمایه گذاری شده بود و کار شده بود. در بین از اینها قوای هوایی هم می درخشید. با تمام کمبودها و با تمام مسائلی که در درون افغانستان وجود داشت، اما متاسفانه به خاطر فساد بیش از حد و خیلی از مسائل دیگر در 15 آگوست 2021 همه چیز از هم فرو پاشید و نظام سقوط کرد. امروز در خدمت شما هستیم با یکی از دوستان بسیار خوب، عالی و فرهیخته، آقای نجیب الله امینی، یکی از پیلوت های ارتش سابق افغانستان. ایشان در قوای هوایی کار میکردند و به صورت مسلکی احیای وظیفه میکرد. جناب آقای امینی، بسیار خوش آمدین به برنامه، صفا آوردین. یک سلام علیکم با دوستان ما داشته باشین و بعد سر وقت سوالات مهربانی. سلام و عرض ادب به تمام مخاطبین شما و خود شما. تشکر خانم نوری گرامی که وقت خود در اختیار ما گذاشتین و ما را دعوت کردین به برنامه خوبیتان. ما بار دیگه سومین سال روز سقوط افغانستان را به مردم افغانستان تسلیت میگم و این واقعا جا داره که این روز را به عنوان غمگین‌ترین روز در تاریخ افغانستان همیشه از او یاد کنیم و تسلیت بگوییم. سلامت و بخیر باشه، ممنون از شما. به عنوان اولین سوال، اگر میشه شما لطفاً از بیوگرافی خودان خودان یک مقدار به مخاطبین بگین تا مخاطبین بیشتر با شما آشنا شوند. شما یک فرد مسلکی در داخل افغانستان بودین که به عنوان خلبان یا پیلوت در قوای نظام هوایی کار میکردین. در هر صورت ما میخواییم بیشتر آشنا شویم که تحصیلات شما در چه حالتی بوده، فعلا در کجا هستین و چه بر شما گذاشته. مهربانی. قبل از اینکه در قوای هوایی افغانستان یا به ارتش افغانستان بپیوندم، یک معلم بودم و در قسمت آمادگی کنکور فعالیت میکردیم در راهیان ساینس. مدتی مرکز آموزشی راهیان ساینس را مدیریت کردیم بین سالهای 90 و 92. بعد از او هم در کوثر دانش فعالیت کردیم. سال 2015 یا 1394 ما به اردوی افغانستان پیوستیم در قوای هوایی و بعد از او که اکادمی هوایی را خواندیم رفتیم برای بورسیه پیلوتی در کشور جمهوری چک. از جمهوری چک رفتیم به کشور سلواکیا و از کشور سلواکیا بعد از اتمام تحصیلات برگشتیم به افغانستان و پاسپورت افغانستان وظیفه ایرو می کردیم، در خدمت مردم بودیم. در 15 آگست 2021 با جمعی از همسنگران و یک مجموعه کلانی از همسنگران تصمیم گرفتیم که افغانستان را ترک کنیم و ما از میدان هوایی کابل حدود ساعت 6 بعد از ظهر پرواز کردیم به مقصد ازبکستان. در میدان ترمیز ازبکستان نشست کردیم، جایی که آقای رئیس جمهور اشرف غنی هم همونجا رفته بودن. از اونجا دوباره به ایالات متحده آمریکا آمدیم و فعلا در شهر شیکاگوی آمریکا زندگی میکنیم. خب، وقتی میاییم و عوامل سقوط یا فروپاشی افغانستان را بررسی میکنیم، یک تعداد عوامل خارجی میبینیم، چون خیلی ها معتقد هستند که پیمانکارهای آمریکایی و فساد گسترده که در خود آمریکا وجود داشت عامل سقوط هستند. یک تعداد دیگه هم دخالت های خارجی ها و کشورهای همسایه را فاکتور میکنند، اما آنچه که مهم هست، یک سری عوامل داخلی هم وجود داشت در داخل افغانستان. از نظر شما این عوامل داخلی سقوط چیا بودن و چه عوامل و فاکتورهای دخیل بود در این فروپاشی؟ امور هم که شما گفتین سقوط افغانستان دو عامل عمده داره، یکی شامل عوامل خارجی است و بخش دیگه هم عوامل داخلی. در قسمت عوامل داخلی
در این قسمت موضوعات مختلف شامل است. از جمله ما میتونیم به صورت عمده به فساد گسترده در چوکات حکومت یا دولت افغانستان اشاره کنیم، اختلافات سیاسی و تضعیف فرماندهان یا چهره های ضد طالب، ضعف اقتصادی، اینا در مجموع میتونه که از عوامل مختلفی عوامل داخلی سقوط نظام افغانستان باشه. و همچنان مسئله مهمتر از همه ای بود که نگاه قدرت، نگاه به مسئله قدرت در افغانستان یک نگاه قومی بود و از این لحاظ کسانی که در رأس قدرت قرار می گرفتن اینا به مسئله قدرت در افغانستان از دید قومی و سمتی نگاه می کردن. اینا عوامل بودند که افغانستان را آهسته آهسته از ابتدایی که نظام جمهوری تأسیس شد همزاد با تأسیس نظام دموکراسی در افغانستان از همون لحظه شروع شده حرکت به طرف فروپاشی. از یک طرف طالبان از بین رفته بود یا کاملا ضعیف شده بود، اینا برگشتن دوباره هسته گذاری رو شروع کردن که تقویت شوند، خود را رشد بدن. در همین حال شما میبینیم که آقای کرزی با وزیر دفاع وقت امریکا میگه که تهدید بزرگ در مقابل ما طالب نیست، تهدید بزرگ در مقابل ما اتحاد شمال است. پس این نشان میده که از امون لحظه دو اینا شروع میکنن جبهه ضد طالب را تضعیف میکنه و طالب رشد میکنه. یک طرف ضعیف شده میره روز به روز، یک طرف رشد میکنه. در پالوی ازی که ما اشاره کردیم فساد گسترده وجود داشت، خصوصا نظام عدلی و قضایی افغانستان بی نهایت فاسد بود. ما یک نمونه به طور مثال به شما یاد کنم، یک کسی به نام آقای متین والی غزنی بود، ایشان یک دوسیه یک دعوای حقوقی در نزد طالبان داشت در غزنی. و جالب این بود که این والی بر حال حکومت بود در غزنی، اما دعوای حقوقیش در محکمه طالب فیصله شده بود و طالب به نفع والی غزنی فیصله کرده بود. از این موارد ما ده ها به چشم خود دیدیم که مردم از دادگاه طالب رضایت بیشتر داشت تا دادگاه و سارنوالی حکومت. فساد بسیار زیاد بود، دسترخان مردم روز بروز خالی می شد. از نظر اقتصادی دولت کاری اساسی در 20 سال گذشته نکرد. در بخش معارف می تونه عامل دیگه ای باشد، در مناطقی که طالب از او سربازگیری می کردن بستری سربازگری بر از فراهم بود، توجهی تعلیم و تربیت در اون نقطه معطوف نشد و کاری اساسی از نظری که روی آموزش و آگاهی مردم کار کنه کار نشد. امیر رقم بیاییم به فرماندهان ضد طالب، چهره های ضد طالب، رهبران سیاسی که علیه طالب جنگیده بودن، اینا تضعیف شدن. و در عین حال اینمی رهبران سیاسی که ضد طالب بودند و از طرف دولت هم هماهنگ تضعیف می شدند، اینا در بین خود هم اختلاف های عجیب و غریبی داشتند. اختلافات سیاسی در افغانستان به اوج خود رسیده بود. بنابراین ای یکی از دلایل عمده دیگه ای بود که خب حکومت خب قصدن کسانی که نگاه قومی به مسئله افغانستان داشتند، اونا خوب برنامه ریزی شده منظم در تضعیف از اینا کار میکردن. متاسفانه که رهبران سیاسی اقوام غیر پشتون هم تا روز سقوط به خود نیامدن و با هم متحد نشدن، یک جبهه و یک آدرس سیاسی محکمی را در قبال افغانستان اینا یا یک محور را شکل دادن نتوانستن. در پهلوی ازی ضعف ارتش افغانستان بود. در ارتش افغانستان خلاهای بسیار عمده وجود داشت که در نهایت باعث ازی شد که حکومت سقوط کنه. شما من حیث یک فرزند وطن، من حیث یک نظامی، میخوام نظر شما رو داشته باشم در مورد از که دو دهه روی ارتش افغانستان، روی قوای ملی افغانستان کار شد، بسیار هم زحمت کشیده شد در این دو دهه، منتها باید مستحکم استاد میشد، باید به هر حال نیروی دفاعی کشور بود، چه در بخش زمینی چه در بخش هوایی.
چرا از هم فرو پاشید و در نهایت کارایی خود خود از دست به دادید؟ صورت خلاصه اگر عرض بکنیم در قسمت ارتش افغانستان، ببینید ارتش افغانستان یک ارتش نبود که تصمیمات سیاسی مهم را بتانه اتخاذ کند. در تمام دنیا ارتش ها در تقریبا تابع اوضاع سیاسی هست، متاثر از اوضاع سیاسی میشن. اگر بیاییم علت فروپاشی اردوی قوای مسلح افغانستان بخصوص اردوی ملی یا ارتش ملی افغانستان را بررسی بکنیم، ما میخواهیم کمی با جزئیاتر در این قسمت صحبت بکنم. از زمانی که آقای اشرف غنی به قدرت میرسه، نگاه در قسمت ارتش افغانستان یا استراتژی کاملا تغییر میکند. شاید در سابق هم این حرکت وجود داشت، ولی در زمان آقای اشرف غنی این بسیار به صورت علنی و بسیار شتاب زده و در عین حال با پشتکار تعقیب شد. ببینین، اولین مسئله ای بود که ما میگیم که ارتش ملی یعنی روحیه ملی داشته باشند. اما در زمان آقای اشرف غنی عصبیت های قومی به اوج خود رسیده بود. در کل جامعه افغانستان ایشان یک از خاصیت هایش می بود و نفاق، قومگرایی، دامن زدن به مسائل زبانی و غیره در زمان آقای اشرف غنی بسیار به اوج خود رسیده بود. و این ارتش نمیشه ارتش را جدا از این مسئله داشت. در درون ارتش ای هم بسیار رخنه کرده بود. درسته در سطح کل کوشش بود ارتش ملی افغانستان، اما در داخل دیدگاه های کسانی که در ارتش کار میکردن از این فضا متاثر شده بودند. ما یک مثال بر شما بگویم، ما امکان داده بودیم که بریم به بورسیه به جمهوری چک. یکی از همسنفی های پشتونی ما وقتی که نتیجه اعلان شده بود، پیش از این که پرسان کنه که یا معلومات بگیره که خودش کامیاب شده یا نه، برای رفیق دیگه ما گفت، در پولیش استاد بودم، ما گفت که 100 دانه پختنو در لیست چند نفر پشتون کامیاب شده. ببینین وضعیت به این حد در داخل ارتش بود، وضعیت خراب بود. هر جای در ارتش در هر قدم خود را که بال میکردی، هر فرم را که تو پر میکردی، میگفت که ترکیب ملیتی، قومیت چی است، قومیت چی است. ما چگونه یک ارتش ملی ساخته میتونیم وقتی که هر مرحله ای از او به اساس قومیت تنظیم شوند؟ اگر بورسیه میره قومیت، اگر یک جای استخدام میشه قومیت، در هر جایی که شما میرین مسئله قومیت در نظر گرفته میشه و بر اساس ترکیب ملیتی باید تصمیم ها گرفته شود. بناهم یک ارتش بود که نامش ملی بود، اما از نظر ترکیب و استرکچر کسته یک ارتش بود که اقوام مختلف در اونج سهم مشخصی را داشتن و متاسفانه باز هم جایگاه بعضی اقوام به خصوص هزاره ها در همین جاها هم غصب می شد، یا اینا راه داده نمی شد، یا اینا نادیده گرفته می شدن، یا جلوی پیشرفت از اینا گرفته می شد. همین رقم در بخش تاجیکان، ازبکان و اقوام دیگر. بناهن در زمانی که آقای اشرف غنی به قدرت رسید، از درون ارتش به این یک وضعیت به طرف از این وضعیت حرکت میکرد. مسئله دیگه سرکوب فرماندهان ضد طالب یا ترور از اینا. ببینید در چوکاد قوای مسلح افغانستان افرادی بودند که اینا سالها در مقابل طالب جنگیده بودند. اینا تکتیک جنگی را در مقابل طالب میفهمیدند، اینا خودشان استراتژی طرح میکردند، خودشان فرمانده بودند. مهمتر از همه قدرت ابتکار عمل را داشتن در مقابل طالب. متاسفانه اینا در از ابتدای جمهوریت تا اواخر ترور می شدن، خصوصا فرماندهانی که در سمت شمال بودند، شما جنرال داوود داوود، سعید خیلی و ده ها جنرال و فرماندهان دیگر، امیر رقم جنرال رازق،
اینا رو ببینین ترور کردن، اینا در تضعیف ارتش، در تضعیف قوای مسلح نقش داشت. و از طرف دیگر ببینین نگاه به چه شکل بود. خب دولتی که با طالب در حالت جنگ، ارتشی که در یک زمان جنگی شکل گرفته، از یک طرف پروسه تعلیم و تربیت زمانگیر است، حساس است و خیلی از بخشای تعلیم و تربیت در داخل افغانستان امکان پذیر نبود مثل قوای هوایی. خب از یک طرف ما وقت ضرورت داشتیم، زمان ضرورت داشتیم که ارتش درست مسلکی تربیه کنیم. از طرف دیگه هر روز دامنه جنگ گسترده تر می شود، هر روز دشمن قوی تر می شود. در این میت یک وضعیت سرقومندان علای قوای مسلح و کسانی که دکترین نظامی و جنگ کشور را تنظیم می کنند میاید به سرکوب فرماندهان ضد طالب رو میارند. به طور مثال شما ببینید در سمت شمال یا خصوصا در فاریاب زمانی که قیصاری در مقابل طالب می جنگید وضعیت به چه شکل بود؟ خب قیصاری خو افراد مسلح غیر مسئول نبود، کسی نبود که بغاوت کرده باشه، یاغی شده باشه یا علیه دولت سلاح گرفته باشه. قیصاری در کنار دولت یک فرمانده پلیسی همی دولت بود. شما دیدین که قیصاری را اینا ابتدا همکاری نکردن، او را تضعیف کردن، بعد از او دیدن که این نمیشه. اگر ما در قسمت لوجستیکی را همکاری نکنیم، در قسمت معاش و امکانات اینا را همکاری نکنیم، بالاخره حتی مستقیم به بازداشت از او روی در آوردن و او را از هلیکوپتر آویزان کرده تا به کابل آوردن. خب وقتی که قیصاری تضعیف شد، از اونجا سرکوب شد، برداشته شد، شما دیدین طالب در سمت شمال رشد کرد. شما دیدین در جرلیس پوسته هایی که در جرلیس استقرار داشتن، همونجا موقع داشتن، خب اینا افراد مسلح غیر مسئول نبودن، اینا خب پلیس بودن، اینا جز قوای مسلح افغانستان بودن. از میدان ورده تا می نختر 5-6 کیلومتر فاصله نبود، از کابل تا اونجا را از بیشتر از 30 ماکسیمم از 40 کیلومتر بیشتر نبود. اما شما دیدین که با تمام فریادهای مردم حکومت نه تنها اونا را حمایت نکرد که عملا در شهادت از اونا نقش بازی کرد، گذاشت که اونا شهید شوند. از میدان وردک تا اونجا به اونا کمک نرسید. چرا کمک نرسید؟ خب با این قضایایش شما میبینید که به همه مردم معلوم است. علیپور خب از سربازی مردم را نکشته بود، جایی که دولت در اونجا توانایی تامین امنیت را نداشت، مردم از طرف دشمنان افغانستان، از طرف طالب ها، تروریست ها، کسایی که به نام کوچی زیر چتر کوچی سلاح داشتن و مردم را میکشتن، غارت میکردن، تجاوز میکردن، زمین مردم را، ناموس مردم را به قتل میرساندن و مسیری رایی که هر روز در اونج مردم پایین میشد و مردم را سلاخی میکردن. خب از ناچاری، از مجبوری، خب تا علیپور به وجود آمد. علیپور هم در خیلی از مواقع ها به کمک می دولت رفته بود، در جاغوری به کمک از می دولت رفته بود، در خود میدان وردک بارها بارها امی دولت علیپور را مهمات داده بود و علیپور در کمک پسته های امی دولت رفته بود. شما میبینیم که برای علیپوری که تازه از کمک دولت از جاغوری آمده در کابل، علیپور را بازداشت میکنند. یا بعد در غور و عملیات ناموفقی که تلاش کرد بازداشت کنه، چندین نفر کشته شد و در نهایت شما دیدیم که صدها تانگ و هاموی را فرستاد در میدان وردک و در اونجا شما دیدیم که افراد ملکی را شهید ساختن تا ای که فضا را به جای رساندن که جبهه مقاومتی که علیپور قرار داشت، اینا مجبور شدن که اکثری واکنش ها را در مقابل دولت انجام بدن. خب در نهایت هلیکوپتر سقوط کرد که درمو هلیکوپتری که سقوط کرد، کماندان ما که دمو کندگی که من تعیین بودم، کماندان ما شهید شد و هلیکوپتر سقوط کرد. و بعدا تحقیقاتی که ما از طرف 777 تیمی که
مشترکاً با کمیسیون دفاعی اولس جرگه تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که هلیکوپتر از طرف علیپور ساقط نشده، بلکه از ساحه‌ای که افراد علیپور به اونج موقعیت داشته هلیکوپتر ساقط شده. سلاحی که به کار رفته بود و عملیاتی که انجام شده بود در توانایی، چه از نظر فنی چه از نظر امکانات، در توانایی جبهه مقاومت یا افراد علیپور نبود، ولی انمی را طوری در خورد مردم دادن که علیپور انجام داده و به یک شکل او را غافل کردن و بالاخره جبهه مقاومت از بین رفت. امی رقم شما میبینین حکیم شجاعی پلیس محلی بود، افرادش در چوکات وزارت داخلی همی کشور ثبت بود، معاش میگرفت، امکانات میگرفت. در روزگان در مقابل طالب جنگید، وقتی که طالب کشته شد وکلای پارلمان از روزگان اینا آمدن گفتن اینا کسان نسل کشی میکنه یا نمیخوام قوم کشی میکنه. ببینین مسئله ای بود که اگر یک فرد پشتون در مقابل طالب استاد میشد، یک جای یک چهار پنج طالب را میکشت یا مثلا خوبتر مبارزه میکرد، او قهرمان بود، جنرال رازق قهرمان بود. اما از اقوام دیگر اگر استاد میشد محکم و طالب سرکوب میکرد، او قوم کش بود. اینی دیدگاه عسکر شورشی می آمد شورشی و مطرح می شد در رسانه ها. در قسمت قوای هوایی استاد نعیم یک پیلوت بسیار مجرب و ورزیده ای از قوای هوایی بود. ایشان در قندوز بمبار کرد، خب طالبا کشته شد، ویدیویش هم موجود بود، همه چیز موجود بود. ببینین به خاطر خطری که بر جان زمی آدم متوجه بود، اینا در بگرام بود. خب این خود قوای هوایی نشست میکرد در اونجا بود. چرا؟ به خاطر که از داخل از پلوی از همکارایش خطر متوجه بود. نگاه در بین پرسنل ارتش ملی افغانستان نگاه به طالب نگاه یکسان وجود نداشت. خب وقتی سر قماندان اعلی ما یکیش بگویه که طالب برادران ناراضی است، یکیش بگویه که طالب مخالفان سیاسی است، پس شما چی توقعی دارین که مادنانی از اونا یا پرسنل از اونا چی دیدگاهی داشته باشند در مقابل کسانی که می جنگند؟ شما اگر خلاصه بیاییم بررسی بکنیم، از یک طرف در بیرون کسانی که در مقابل طالب می جنگیدن و عضو قوای مسلح بودن، بعضی هایشان یا پلیس محلی یا پلیس بودن، به هر شکلی اینا یا سرکوب شدن یا تضعیف شدن یا از بین برده شدن. در داخل قوای مسلح افغانستان در زمان آقای اشرف غنی بنام از اینکه ارتش را جوانسازی میکنن، کسانی که تجربه جنگ داشتن اینا سالیان سال جنگیده بودن، اینا به نام تقاعد به اشکال مختلف از صف محاربه خارج شدن. آدمای بسیار جوان، کم تجربه و کسایی بودن که خیلی پوپولیست بودن، یعنی بازی با رسانه ها و افکار مردم را بلد بودن، اما حرکت های فیلمی و اکشن های فیلمی می کردن و افکار عامه را به یک شکلی که به صورت موقت کنترل می کردن، اما در میدان جنگ همیشه می باختن. اینا را آوردن در رأس ارتش افغانستان. باز هم تعینات کاملا قومی بود، تصفیه ها کاملا قومی بود. از یک قوم کسی وزیر دفاع شده بود که یک دقیقه در مجلس ششته نمیتونست. یک کسی بود به نام حبیبی، فکر نام کوچکش عبدالله بود، یک دقیقه ششته نمیتونست، خواب میرفت. این وزیر دفاع بود پیر، اما از یک قوم یک دگر جنرال 44 ساله تقاعد داده میشد. بناهن جنرال هایی که از اقوام دیگه بودن، اینا به اشکال مختلف از ارتش افغانستان پاکسازی شد، صحنه را گذاشتن به یک قوم خاص و اونا با یک حرکت بسیار مدارا و بسیار ملایم در مقابل طالب ها عمل کردند. و این یک دلیل عمده دیگه در فروپاشی ارتش افغانستان میتونه حساب شود. و مهمترین مسئله هم همی بود، چون اینا نه استراتژی داشتن، نه توانایی رهبری داشتن،
و ارتش را به طرف سقوط پیش بردند. شما فکر کنید برخورد چقدر چندگانه یا دوگانه بود؟ مثلا در هلمند، در قندار یک لوای کماندو مستقر بود، قماندان از اول سرپرست بعدا قماندانش محمد علی محمدی بود، جنگر کماندو میکرد، ساحه را کماندو میگرفت، جان فشانی را کماندو میکرد، اما محمد علی دگروال باقی ماند، بسش جنرالی بود، قماندان قلوردو سمه سادات بود، اما سمه سادات در یک سال دو تا رتبه جنرالی میگرفت. خب شما ایر محاسبه بکنید، جنگ که میکرد امتیاز که میگرفت، جنگ در هلمند خالد امیری میکرد، قماندان ککه بود در شهر هلمند، اگر طالب را هم پس میزد خالد امیری بود، اما خالد امیری دگروال باقی ماند، کسانی دیگه بود که رتبه های جنرالی رو میگرفت. در سمت شمال شما ببینید از هزاره قماندان قلوردو بریج جنرال باقی میموند، آقای یزدانی، اما از دیگرها با مجردی که قماندان قلوردو میشد اول رتبهش میرفت. به اندازه جنرال که ما در افغانستان داشتیم شاید یک چند ناتو میقدر جنرال نداشته باشیم. پیرو با شما موافقم در سالهای اخیر رتبه های جنرالی بسیار زیاد شده بود و تقاعد ها هم بسیار زیاد شده بود و کسانی که لایق بودند و سرشان به تنشان میارزیدن به قول شما یا ترور میشدن یا صحنه حذف میشدن و به جایشان کسایی که نالایق بودن میآمدن بالا و بسیار دردآور. در قوای هوایی افغانستان یک قوم در طول 20 سال از معاونیت لواء بالا نرفت. هزاره ها در قوای هوایی افغانستان با آن که کادر داشتند، با آن که افراد متخصص داشتند، از معاونیت لواء هوایی کابل بالا نرفت. نه در رهبری قوای هوایی، نه در رأس یک از لواهای قوای هوایی، سه تا لواء داشت، هزاره ها نبود. خب شما ببینید نمونه دیگهش معاونیتی که یا تشکیلی که روی پالیسی وزارت دفاع، وزارت جنگ یک کشور، وزارت داخله یک کشور کار بکنه در اختیار چه افراد قرار میگیرن؟ من یک مثال دیگه بر شما بزنم. آقای تمیم یاسی در دوران شورای امنیت آقای اتمر معاون پالیسی وزارت دفاع میشن. همین مردم برن ببینن که آقای آسی در زمانی که معاون پالیسی وزارت دفاع میشه چند ساله بوده، قبل از او همی آدم چی کار میکرده؟ آیا یا یک آدم با امی رقم یک بگراوند میتونه برای جنگ 40 ساله افغانستان بیایه، یا برای وزارت که جنگ افغانستان بیایه پالیسی سازی کنه؟ ایشان به وقتی که میایه به عنوان معاون پالیسی قرار میگیره، بعد از یک مدت کوتاهی میره به بورسیه، بورسیه های نظامی به افراد غیر نظامی داده می شود، کسانی که واسطه داشتن، کسانی که نفوذ داشتن، می آمدن در یک پست قرار می گرفتن، بعدش یک بورسیه می آمد و می رفت. به جای جنرال ها، به جای نظامیانی که خاک خورده بودند در سنگر و سختی و گرمی و سردی جنگ را دیده بودند، اینا باید می رفتن در تحصیلات پیشرفته تربیه می شدن، از نظر رهبری سر از اینا کار می شد، تربیه می شد، متخصص تر می شد، اینا می ماندن در اونجا، اما کسانی دیگه به واسطه خارج از چوکات، خارج از تشکیل، اینا می رفت به بورسیه ها دست پیدا می کرد، بعدش هم که می آمد هیچ تعهدی هم نداشت، هیچ نه تحلیف عسکری را به جا آورده بود، نه تربیه نظامی داشت، و بالاخره این بخش دیگه ای از مشکلات بود. خانم حسنا جلیل معاون پالیسی وزارت داخله بود، از برای خدا همسن و سال من بود، اون زمانی که معاون پالیسی شده بود شاید 25 یا 26 ساله بود. شما فکر بکنین در اوج جنگ، خب این جابجایی ها عمدی بود، این جابجایی ها از روی نادانی نبود، اینا عمدن روی یک برنامه جابجایی میشد. خب از آدرس یک قوم، سهمیه مثلا یک قوم را، افراد را تعیین میکردن که نه تو گفته میتونستی را پس کنه، اصلا میموندی چی بگویی. وضعیت به می شکل بود. ما در وزارت دفاع هم
امی مشکلات را داشتیم. خب این تعینات افرادی بود که تعینات قومی بود، برخوردها قومی بود. مسئله دیگر در فروپاشی ارتش افغانستان، عدم رهبری، عدم صداقت امی جنرالایی بودند که به صورت فرمایشی در رأس مدیریت سکتور امنیتی قرار گرفته بودند، بین سرباز و بین فرمانده فاصله وجود داشت. یک سرباز در پسته جنگ یا در یک پسته در یک ساحه موقعیت داشت، به روزها به ماها او اکمال نمی شد. ببینین در داخل ارتش فساد وجود داشت. یک سرباز در یک نقطه چندین ماه باقی می ماند یا در یک ولایت چندین سال وظیفه اجرا می کرد، اما یک کسی دیگر مکمل در کابل وظیفه اجرا می کرد. سیستم روتیشن درست انجام نمی شد. منصوبین پایین رتبه ارتش افغانستان ناراضی بودند از فرماندهانشان. کسایی که واسطه داشت در مناطق امن دائم اون ماش خود می گرفتن وظیفه اجرا میکردن، کسی بود که یک از فامیلای ما 15 سال در اطراف وظیفه اجرا کردن، آخرین وظیفهش هم در هلمند. یک روز پاییزی در کابل در 15 سال خدمتش به ارتش افغانستان، یک روزی در کابل وظیفه اجرا نکرد. خب وضعیت به این شکل بود. و از طرف دیگر یک پسته اگر سقوط میکرد، یک پسته اگر مورد تهدید دشمن قرار میگرفت، او حمایه نمیشد. صدای سرباز، صدای قماندان لای، صدای قماندان بلوک به جنرال، به قماندان کندگ و به قماندان لیوان نمیرسید. اینا نمیخواستند که برسند، اگر میرسید هم توجه نمیشد به او. بناهن چی کار صورت میگرفت؟ اونمو سرباز، اونمو قماندان بلوک صدای خود را از طریق فضای مجازی نشر میکرد، وضعیت خود را از طریق فضای مجازی به گوش مسئولین میرساند. وقتی که اینمی مسئله از طریق فضای مجازی در فضای مجازی نشر میشد، او زمان بالای قماندان یا فرمانده فشار وارد میشد که او برو کمک کنند. گاهی هم کمک میکردن، گاهی کمک نمیکردن. در اینجا من میخوایم نقش فضای مجازی را با این مثال مطرح کنم. در فروپاشی ارتش افغانستان، وقتی که انمی قماندان بلوک یا انمی سرباز وضعیت خود را از سنگر جنگ بلند میکرد، ای بجای ازی که واقعیت بگویه، یک کمی وضعیت را وخیمتر جلوه میداد تا زودتر کمک به اینا برسن. در فضای مجازی انمی اخبار دست به دست میشد، ای باعث از این میشد که پسته سر جای خود، افراد در داخلش، طالب هنوز او را نگرفته، اما اونمو پسته در فضای مجازی در رسانه ها سقوط اعلان میشد. و این کاملا در جنگ روانی، در فضای مجازی، روی روحیه جامعه در همه جا این به نفع دشمن تمام میشد. بناهن ضعف مدیریت، عدم رسیدگی به موقع به افراد باعث از این میشد که هم اونا ناراضی باشه و هم صدایشون مستقیم نرسه، این صدا غیر مستقیم به جامعه مخابره می شد، ضعف ها به جامعه مخابره می شد. و او در فضای مجازی هم، خب شما می فهمین که یک اخبار از کو جور می شن. بناهن به این شکل پسته ها سقوط می کرد. من یک مثال بر شما بگویم. ولسوالی ناور وقتی که مورد حمله قرار گرفت در ماه جولای و آگست، ما در تماس بودیم در داخل، بچه ها می جنگیدن، اما در فضای مجازی می دیدم که سقوط کرده بود. ولی ما که با واقعیت در جریان واقعیت بودیم و در تماس بودیم، می دیدیم که سقوط نکرده و تا آخر هم سقوط نکرد، طالب نور با جنگ نگرفت، اما در فضای مجازی سقوط کرده بود. خیلی از شهرها، خیلی از پسته ها اول در فضای مجازی سقوط میکرد، بعد از او با واقعیت سقوط میکردن. اینجا هم رسانه ها نقش داشت، هم عدم کارایی، عدم مدیریت و رهبری فرماندهان جنگ. این یک دلیل دیگه از فروپاشی ارتش افغانستان بود. مسئله دیگه اکمالات بود. ما اکمالات نداشتیم.
کمبود تجهیزات، استهلاک تجهیزات، کمبود مهمات و تجهیزات و لوجستیک به موقع در دسترس سرباز در خط مقدم قرار نمیگیره. فساد گسترده در درون ارتش افغانستان در لایه های بالا باعث ازی شده بود که اکمالات و تجهیزات به صورت منظم و درست امو سرکلیشن خود یا دوران خود را طی نکنم. به طور نمونه شما بیاد دارین مصاحبه آقای دکتر عارف شاجهان را با افغانستان اینترنشنال که اینا گفتن که در روزهای اخیر ما مهمات مورد نیاز خود را از بازار قچاق از بازارهای محلی تامین کرده بودیم. خب وضعیت یک قوای مسلم به جای رسیده بود که نیازهای مهمات خود را بر از بازار سیاه چی کنه تامین کنه. این مسئله دیگه بود. مهمترین چیزی که ما میخوایم با او اشاره بکنم، متاسفانه مسئله ای که باعث فروپاشی ارتش افغانستان شد و این عامل بسیار مهمه، هیچ وقت دولت به مردم اعتماد نکرد. چون نگاه کسانی که در رأس قوای مسلح قرار داشتن، نگاه از اینا به مسئله نگاه قومی بود. ببینین اگر ارتش افغانستان، اگر کسانی که در رأس مدیریت جنگ قرار داشتند می آمدن بالای مردم اعتماد میکردن، در مناطق آسیب پذیر مردم را مسلح می ساختن، با هزینه کم به صورت مؤثر از اون مناطق دفاع می شد. بعد از 15 آگست اگر جنوب افغانستان، جنوب شرق هم سقوط میکرد، من مطمئن بودم و هستم که شمال، مرکز و غرب سقوط نمیکرد. خب به طور نمونه ببینین در روزای اخیر در جاغوری، در ناور، مالستان، خیزش های مردمی به نام مفروضه امنیت ملی شروع شد که یک تعداد مردم را مسلح بسازد تا از مناطق دفاع شوند. امین نمونه بسیار موثر بود. جنرال قاسمی در ناور رفته بود و از ناور دفاع میکرد. آقای عرفانی و یک جمع امیر هم در جاهوری. اینمی دفاع محلی از مناطق بسیار موثر بود که تا روز آخر هم دولت به این توجه نکرد یا اعتماد نکرد. اینا ترجیح دادن که افغانستان به دست طالب بیفته تا ای که یک تعداد در مناطق مرکزی و شمال افغانستان اینا مسلح شود تا از مناطق خود دفاع کنند. چارکن یک نمونه دیگه شد بود. شما که خانم سلیمه مزاری و جوانایی در کنار از اینا دفاع میکردن، همه خانم مزاری خود کدوم تجربه جنگی نداشت، جنگ را خود جوانا میکرد. خب امونا هم با امکانات خود استاد شده بودن و طالب چارکن را خوب به جنگ نگرفت. اگر امی رقم مثل چارکن، مثل نور، مثل جاغوری دولت اعتماد میکرد و مردم را مسلح میساخت، مردم از مناطق خود دفاع میکرد و در اینجا ارتش فرصت پیدا میکرد که خود را بهتر تجهیز کنند، با مصرف کم از مناطق دفاع میشد. شما ببینید مسئله دیگه، استراتژی جنگی وجود نداشت. استراتژی جنگی وجود نداشت. در ارتش افغانستان یک طالب با یک موتورسیکل وقتی که حرکت میکرد، یک کندک را در حرکت در می آورد. یک طالب با 1000 افغانی مصرف، به طور مثال با 1000 افغانی مصرف وقتی که حرکت میکرد، یک جا یک سر صدا را در می آورد. خب یک کندک حرکت میکرد، بالاخره در رای از او کندک هم ماین جاسازی میشد و یکی دو تا تانگ از او پرسنل هم امو شکار ماین کنار جاده میشد، تلفات هم میدیدن. اگر شما بیاین از نظر هزینه جنگ مقایسه بکنین، طالبا با انمی موتورسیکل های خود یعنی کل ارتش افغانستان را در حرکت در می آورد. وقتی که هزینه جنگ را در یک طرف مقایسه کنید با طرف دیگه، خیلی یک تفاوت بسیار درشت دارن. بناهن برای ارتش افغانستان جنگ بسیار پرهزینه شده بود. تکتیک جنگی وجود نداشت و
ما پیشتر اشاره کردم اگر ارتش افغانستان به جای از اینکه این همه پرسنل را در حرکت در می آورد می آمد سر مردم اعتماد می کرد که در بعضی مناطق فرار کرده بودند، اما در مناطق شمال تاجیکان بودند، ازبکان بودند و در مناطق مرکزی که هزارستان یا هزاره ها بود اینمی اعتماد نکردند سر مردم. اگر این اعتماد می کرد خب دمی روزای اخیر 10,000 افغانی معاش می داد به می کسایی که از مناطق خود دفاع میکرد، 1,000,000 سلاح اینو میدادن. با 10,000 افغانی و فکر کنم 3,000 معاش امو پیسه نانشان بود، با 13,000 افغانی در ماه هر فرد اون سلاحی که اینو داده بودن از مناطق خود دفاع میکردن. اینا هم موتورسیکل داشتن و نمونه زیر ما دیدیم، گفتیم در جاوری و تا آخر طالب گرفتن نتونست. در ناور چند بار اینا از چهار جهت حمله میکردن. شما ببینید ناور 1/5 کل مساحت غزنی را دارد و پرسنل پلیس ناور 86 نفر بود. تعصب به تا حدی بود در قوای مسلحه. ولسوالی ناور ولسوالی درجه یک بود، اما تشکیل پلیسش تشکیل ولسوالی ناور بود. اینمی یک اشتباهی را که یک قماندان امنی او زمان به نام شرفزل انجام داده بود، ناور ناور اینمی از پیشش اشتباه شده بود. تشکیل پلیس ناور تا آخر در ناور باقی ماند و با جمع پرسنل 100 نفر به ناور که بعدا امی مفرزی امنیت ملی کل از اینا از 300 نفر تجاوز نمیکرد. 300 نفر از 1/5 اراضی غزنی طوری دفاع کردند که غزنی کلا تحت تصرف طالبان قرار گرفته بود به جز جاغوری و ناور. تمام امکانات از دولت جمهوریت را در غزنی طالبان قبضه کردند، تمام امکانات بود، پرسنل کافی داشتند، اما تا آخر نتونستند بگیرند. چرا؟ به خاطر که مردم از منطقه خود دفاع میکرد. اینا بهتر از هر کسی از جغرافیه خود آشنایی داشتن، اینا راحتتر از همه مسائل بیشتر از کسانی که از بیرون می آمد آگاهی داشت. بنابراین اینی باعث شد که دولت بالای مردم اعتماد نکرد. از یک طرف خودش تجهیزات کمبود داشت، با کمبود مهمات مواجه بود، با کمبود پرسنل مواجه بود، این طرف هم سر مردم اعتماد نکرد و در نهایت باعث و از طرف دیگر استراتژی جنگی هم وجود نداشت. اینی باعث شد که ارتش افغانستان بپاشه و در پالوی ازی در سطح محلی رقابت های سیاسی بین افراد هم باعث ازی میشد. بعض وقت که در قسمت نیروهایی که قرار بود به شکل خیزش های مردمی اینا شکل بگیرد یک سری تخریبات به وجود می آمد. بازم من می خواهیم مثال بزنم و کسانی که در این قسمت رول داشتن بیاین پاسخ بگوین. به طور مثال در قیاق غزنی یک دره بسیار استراتژیک بود. از او دره ولسوالی قره‌باغ، جاغوری، مالستان، اجرستان، ناهور، جیغتو، ولسوالی میرامور دایکندی و امیر رقم به طرف بامیان و بهسود وصل می شد. اینمی را بسیار استراتژیک بود. ما 11 وکیل از غزنی داشتیم، هیچ وقت اینا موفق نشدن که امیر را پست اندازی کنند و تامین امنیت کنند. برای یک دوره موقتی هم که همونج پست اندازی شد و پسته ها جا و جا شد را بسیار امنیت شده بود. اختلافات و رقابت های سیاسی بین وکلای پارلمان و افراد محلی باعث ازی شد که همون پسته ها جمع شود. ما یادم از که زمان آقای امین امرخیل کماندان امنی غزنی بود، چون پسته ها معمولا افراد نزدیک به یک وکیل خاص بود، در رأس شاهای غلام حسین چنگیز وکیل شورای ولایتی بود و امو سرپرستی عمومی از او رو به عهده داشت. آقای عارف رحمانی از تریبیون پارلمان صدا کرد که اینا افراد مسلح غیر مسئولند. در رقابت با جابجایی افراد خود در پسته ها بود. اینا تا جای پیش می رفتن که حتی امو پروسر تخریب بکنند. وقتی که او پسته ها جمع شد، امی آقای رحمانی پسان مجبور شد که معدن گج را که از منطقه خواد استخراج میکرد از هر موتر 1.5 الی 2,500 افغانی به طالبا مالیه میداد تا موترایش از امو در قیاف موترای گج مسئول عبور کنند.
و روزانه بین 50 تا 100 موتر از او معدن گچ بار می شد و به غزنی انتقال پیدا می کرد. اینا در روز نزدیک به 400 هزار افغانی حاضر بودند به طالبا بیتن، اما یک افغانی را در به خاطر دفاع مردم، به خاطر هماهنگی و انسجام مردم خرج نمی کردن. و گاهی هم اگر این دولت مجبور می شد که تن بده و اعتماد کنه سری یک تعداد مردم که تا اونا خودشان امنیت خود بگیرن، بعدش رقابت های محلی، رقابت های ناسالم سیاسی در محل باعث از این می شود که امو اعتماد ها از بین بره، امو پروسه ها تخریب شود. به نظر من اینا عوامل عمده ای بود که در فروپاشی ارتش افغانستان نقش داشت. و در اخیر می خواهیم بگوییم که در آخرای جمهوریت خب تمام امکانات ارتش افغانستان توسط همکاران بین المللی آماده می شد از نظر لوجستیکی. بعد از موافقت دوحه اینمی پشتیبانی لوجستیکی قطع شد، در خیلی موارد کم شد و در خیلی موارد کاملا استراب یا قطع شد. این هم باعث شد که ارتش افغانستان زمینگیر شود. چرا؟ در 20 سال متاسفانه از سیاستمداران افغانستان، مسئولین حکومت افغانستان کاری نکردن که حداقل در بخشی از موارد ارتش افغانستان روی پای خود استاد می شد. ما ارتش داشتیم در میدان، ارتش کاملا با تجربه بود، اما در جنگ در طبقه پایین، در لایه سربازا، قماندان های بلوغ، چوله، کندک، آدم های کاملا فوق العاده بودند، اما در رأس کسانی بودند که اینا به آینده ارتش فکر استراتژیک و فکر دراز مدت نکرده بودن. یک ارتش منظم خوب کاملا متکی به کمک خارجی داشتیم. زمانی که خارجی ها رفت، ارتش در حقیقت منابعش و مهماتش اینا قطع شد و باعث از این شد که در کنار عوامل دیگه که قبلا ذکر کردم منجر به فروپاشی یا سقوط ارتش افغانستان شد. سلامت باشین جناب آقای امینی عزیز، توضیحات شما خیلی مفصل بود در این زمینه. فقط یک کامنت دارم، او هم این هست که در اول یاد بکنیم از شهدایی که در دره قیاب و در جلدز و جاهای دیگر کشته شدن و شهید شدن. ما هرگز تصاویر کسانی را که سوختن در دره قیاب به توسط طالبان فراموش نمیکنم و هنوز هم جلوی چشم های من رژه مرد و این به خاطر خیلی از عواملی بود که شاید شما مطرح کردید. و من فکر میکنم در اخیر هم بعد از در حین اونمو اجلاس دوحه‌ای که برگزار میشد، یک تعداد از زندانیان وحشی که آزاد شدن، این هم یک تاثیر بسیار منفی روی روحیه ارتش گذاشت. سربازی که می آمد همراه طالب می جنگید، خون می داد و برای دفاع از این سرزمین و برای بیرق از کشور خون می داد، متاسفانه معامله با تروریستان انجام شد و 700 نفر یک بار آزاد شد و این بسیار مایوس کننده بود. شما در ابتدای مصاحبه خودان از نحوه خروج خودان گفتن در ازبکستان رفتیم، در جایی که خود اشرف غنی هم با هلیکوپتر اونجا آمد. میخوایم از اون قسمت یاد بکنیم که در روزهای پایانی نظام شما برای خروج چه کار کردین، همراه کیها بودین و چطور خارج شدین، و بقیه نظامیانی که الان ماندن در پاکستان، در افغانستان، در ایران و در کشورهای دیگه و امروز سرگردان هستند و هیچ کشوری صدای از اینها را نمیشنود، برای اینها چه پیام داره؟ بیشتر شما از قهرمان ها و سربازان یاد کردین که در دره قیاق و در مناطق مختلف جان خود از دست داد. ما سلام و درود میفرستم به خانواده هایی که در این 20 سال از جغرافی های افغانستان دفاع کردن و فرزندان خود را تقدیم دفاع از وطن کردن و امروز ما جز بیرق بر خاک از اونا و حتی همو بیرق هم اینا دریغ داشتن و نمیگذارن که بر فراز قبر اونا در احتزاز باشن. و همه کسایی که در تمام نقاط افغانستان به خاطر دفاع و در مقابل طالب جان خود را از دست دادن
برای ما گرامی است و ما به روح پاک آنها درود میفرستیم، بهشت بر این جایشون باد. میخواستم یک نکته دیگر هم یاد بکنم که جامعه هم در قسمت فروپاشی ارتش افغانستان جامعه هم کمکاری کرد و خصوصا در فضای مجازی و رسانه ها، نقش رسانه ها و فضای مجازی را هم در تضعیف روحیه سربازان نباید نادیده بگیریم. همونطور که امروز فضای مجازی سوشل میدیا و رسانه های افغانستان خواسته یا ناخواسته در خدمت طالبا قرار گرفته بودند و امروز هم در خدمت طالبا قرار دارند، در روز زمان ضعف قوای امنیتی را بیشتر بیش از حد برجسته می ساختند، همونطور که گفتم پسته ها را سقوط ناکرده سقوط اعلان می کردند. این هم روحیه سرباز را از بین می برد و هم روحیه فرمانده را و هم هماهنگی بین فرمانده و سرباز را دچار مشکل می ساخت. همین رقم که از در طرف مقابل طالب به او اندازه ای که می گفتن قوی بود قوی نبود، متاسفانه ایر جامعه و فضای مجازی همینقدر بابا و گفته موطنکی بابا و ساختن. امروز هم آنچه که باعث تداوم نظام طالبانی در افغانستان شده بخشش انمی تبلیغات فضای مجازی است که خواسته یا ناخواسته جامعه او را پیش میبره و اینا را یک نیروی شکست ناپذیر جلوه میده، در حالی که ما میفهمیم از درونی از امون نظام آمدیم، ما میفهمیم که ما با چه مشکلات مواجه بودیم در قسمت او تجهیزات، اما امروز جامعه ناخواسته در قوی بودن یا در توانمند بودن از این گروه تروریست نقش کمک کنیم در بازی میکنه. ما امیدوار هستم که جوانان ما در فضای مجازی و در جامعه متوجه از این مسئله شوند. در قسمت سوال شما که گفتین چگونه خارج شدیم، ببینین یکی از مسئله هایی که من همیشه به او فکر میکنم که ای هم بر میگرده به ضعف در درون ارتش افغانستان، اما ابتکار عمل در خیلی از بخش های ارتش افغانستان وجود نداشت. 4 تا موتورسیکل یا 100 تا موتورسیکل سوار می آمد قول اردو را تسلیم می گیرد، یعنی فرماندهان قول اردو فرماندهان لوا یک ابتکار عملی موثر را به دست نداشتن یا نمیتونستن یک تصمیم حیاتی در وضعیت بحرانی بگیرن. همین رقم که آقای سادات فرمانده امنیت کابل بود، مسئول درجه اول امنیت کابل، شما دیدین که در ما شاهد بودیم در روزهای آخر هیچ کاری نکرد. رئیس جمهور خارج شده بود، خب وزیر دفاع موجود بود، معاون اول در داخل کشور بود، استر لوی درستیز یا رئیس ستاد ارتش موجود بود، وزیر داخله موجود بود، رئیس امنیت ملی موجود بود. خب اینا چرا یک تصمیم درست نگرفتن؟ چرا از کابل دفاع نکردن؟ ما در روز 15 آگست بین دو انتخاب باقی موندیم، گفتیم آیا ما بشینیم تسلیم طالب شویم یا ما افغانستان ترک کنیم، تسلیم شویم یا تسلیم نشویم. بناهن ما همه دور هم جمع شدیم گفتیم خب اگر قول اردوی تسلیم شده یا اینمی به هر شکلی تای هر برنامه و تفاهم خیانت ستون پنجم هر چیزی که شما نام میگذاریم افغانستان تسلیم شد، حداقل ما در تاریخ ایره بگذاریم که یک جمعی بود که اینا نخواستن که تسلیم طالب شود. ما نخواستیم که طالب بعد از ما حداقل از نظر قوای هوایی یک نیروی قوی در اختیار خود داشته باشد. تنها کاری که ما به جامعه میتونستیم به مردم افغانستان میتونستیم اینمی بود که با خارج شدن از افغانستان بتانیم که اونمو توانایی و ظرفیت وظیفوی که ما داشتیم اونمو از طالب سلب شود و اونمو امکانات تخنیکی که قرار بود باز طالب توسط خود ما علیه مردم ما استفاده میکرد، اونمو امکانات را هم از دسترس طالب خارج کنیم و دور از دسترس طالب قرار بدیم. اینمی بود که ما تصمیم گرفتیم و پیلوتا تصمیم گرفتن که
از افغانستان خارج شوند و 15 آگست ساعت 3 الی 4 بجه اینا تصمیم به می شود که ما بالاخره از افغانستان خارج شویم. اگر یک جبهه منظم، اگر یک جبهه که ما می توانستیم در او زمان سر از او اعتماد بکنیم و خب امو امکانات تکنیکی قوای هوایی به یک سری مسائل لوجستیکی هم ضرورت داره، اگر در هر جای دیگه از افغانستان امکانات از او فراهم می بود و یک جبهه ضد طالب بی متحد و متشکل از تمام اقوامی که یا رهبران سیاسی که اینا مؤثر بودن اگر موجود می بود، ما قطعا در اونجا انتقال می کردیم و در اونجا می رفتیم. خب بالاخره دیدیم که همچون مسئله وجود ندارد، در سطح مقابل طالب هیچ نوع هماهنگی وجود ندارد، هیچ نوع برنامه وجود ندارد. ما تصمیم گرفتیم بریم با ازبکستان. وقتی که در ازبکستان نشست کردیم، چشم ما به تیارای هلیکوپترهای ریاست جمهوری خورد. اتفاقا هلیکوپترهای ریاست جمهوری ساعت 10:30 روز بود که در میدان هوایی کابل اینا پرواز کردن طرف وزارت دفاع. یکیش یک مانور جالبی انجام میداد. ما همراه یک از دوستا گفتم تو میده اینجا چیکار میکنه، همچین مانور انجام میده. بعدش اینا رفتن و ما مطلع شدیم که رئیس جمهور فرار کرده. بالاخره تصمیم ما میشد که حداقل آیا تسلیم شدن و تحویل دادن این امکانات به طالب بهتر است که سبا مثل کمی پیلوتایی که فعلا در افغانستان هستن اینا از مجبوری وظیفه انجام میتن، اگر انجام نتن خب اینا رو میکشن. خب یا ای که ما امی ظرفیت و توانایی و جمع امی امکانات را از دسترس از اینا دور یا خارج کنیم. به این نتیجه رسیدیم که خب دشمن است بهتر، اما فرار یا عقب نشینی هر چیز که مردم هر نامی را که میگذارم ما به او کار ندارم. حداقل ما کاری کردیم که امکانات ما خود ما مورد استفاده یا در اختیار طالب قرار نگیریم. اگر فکر کنین که یک روز طالبان ما از طالب عبور کنیم و یک نظام جدیدی وارد افغانستان شود و آینده افغانستان قرار شود محکمتر ساخته شود و از اشتباهات درس بگیریم، به نظر شما چه شرایط باید به وجود بیاید که ما بتانیم به او آرمان و آرزو برسیم؟ من فکر میکنم که نظام طالبان رفتنی است. ما باید مبارزه بکنیم و نظر من است که ما به مبارزه میدانی باید تلاش کنیم. مبارزه میدانی را باید جدی بگیریم و از صفوف مخالف طالبان باید هماهنگی داشته باشند، در یک تفاهم، در یک برنامه مشترک، در یک مبارزه میدانی قوی علیه طالب استاد شود. طالب از افغانستان رفتنی است. در افغانستان پسا طالب باید مردم در تصمیم گیری هم شریک باشند. همه اقوام در تصمیم گیری و بر سرنوشت خود شریک باشند. خب ای تصمیم گیری یا حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود حاصل نمیشه به جز اینکه یک نظام مردم سالار فدرال در افغانستان حاکم شود. من را تاکید میکنم که ما تنها در چوکات یک نظام فدرالی مردم سالار شهروند محور میتونیم به یک صلح دائمی و میتونیم که افغانستان را از تجزیه و از نفاق و از خشونت حفظ کنیم. اگر باز هم در دوران پسا طالب قومی، مردمی، بخشی، زبانی از بدنه قدرت حذف شود یا نادیده گرفته شود، ما دوباره شاهد چرخش یا حرکت چرخه خشونت در افغانستان خواهیم بود و افغانستان روزی خوبی را نخواهد دید. بناهن ما بر میگردیم با مو موضعی ما همون موضعی شهید مزاری است که ما میخواییم در تصمیم گیری افغانستان شریک باشیم و همه اقوام نظر به مو جمعیتش، نظر به مو توانمندی و ظرفیتشون باید در تصمیم گیری افغانستان شریک باشند.
و این را شما برین بگردین در کدام استرکچر، در کدام نظام و در کدام فرمولی را جابجا میتونین. از نظر من این رو میتونیم که در یک نظام فدرالی شهروند محور که در او حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و حرف اول را بزنه، در امروز یک نظام ما میتونیم به سرنوشت خود حاکم شویم و هر مردم توانایی از زیر پیدا بکنه که از منافع خود توانمندی دفاع و توانمندی بازدارندگی از مسائل دیگر داشته باشد. تشکر. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقت خودتون را در اختیار برنامه ما داشتیم. اگر صحبت پایانی با مخاطبین ما دارین مهربانی و بعد از آن از حضور شما مرخص میشم. تشکر، سلامت باشین. ما عرض دیگه ای ندارم. وقتتون بخیر. سلامت و بخیر باشین دوستان عزیز و مخاطبین هزاره ورد که تا این دم با ما همراه بودیم. بخیر در پروگرام های دیگر با مهمانان دیگر در خدمت شما خواهیم بود. و یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از آقای نجیب الله امینی، پیلوت ارتش سابق افغانستان. بخیر و سلامت.